و خود این رویه به اصطلاح کیفیت پنهان شدن امام زمان در چه روزی پنهان شده، سر چند روز اونو می آوردن به خانه مادر امام زمان و این حکیمه چند مرتبه اون رو دیده، به چه کیفیت اون رو دیده، اینا همه جای سوال داره و همش تضاد در تضاد است که در این کتاب در واقع در اینجا ذکر شده. و جالب اینجاست که در صفحه 14 همین کتاب، اگر شما دوستان عزیز می نشون بدم، من تناقضات خیلی زیادی رو در اینجا یادداشت کردم، منتها نمیخوام که تمام وقت به این تناقضات بگذار. در صفحه 14 هم این کتاب هست از این چاپی که من دارم و صفحه 18 هم از اون چاپ قبلی که در اینجا وجود داره، در همین یک صفحه تناقض وجود داره، در دو تا روایتی که در کنار هم هستن. ببینید در روایت 25 هم اینو میگه که فلما کان بعد ثلاث، میگه فلان مکان بعد ثلاث، این قول حکیمه هست، میگه که بعد از ولادت امام 3 روز گذشته بود که اشتقت الی ولی الله، من مشتاق شدم برای دیدار ولی الله، یعنی برای دیدار امام زمان. فسرت الیهم، رفتم خونهشون. فبدأت بالحجرة التي كانت سوسن، من رفتم به همون حجره که سوسن بود. اون روایت قبلی اسمش همون نرجس بود، میگه من و نرجس هر دو تا به خواب رفتیم. در اینجا میگه من به همون غرفه رفتم، اتاقی رفتم که سوسن بود. این تعبیرش همونه که مادر امام زمان، چون الان 3 روز گذشته بود، الان روز سوم دیگه اسم ایشون عوض شده، روز قبلی بهش میگفتند که نرجس، الان دیگه بعد از 3 روز وقتی که ایشون رفتن میگه که سوسن رو دیدم. کانت سوسن، اون اتاق سوسن در اون بود. فیها فلم ارى اثرا، هیچ آثاری رو ندیدم. ولا سمعت ذکرا، هیچ نامی هم نبود. فکرهت ان اسال، من ناپسند دونستم، خوشم نیومد که سوال بکنم از ایشون درباره امام زمان. فدخلت على ابي محمد، رفتم پیش امام ابو محمد. فاستحييت ان ابداه بسؤال، شرم کردم که سوال بکنم که ولی من امام زمان کجاست. فبدأنی، ایشون خودشون به سخن اومدن و گفتن فقال یا عمه فی کنف الله و حرزه، ایشون در پناه الله متعال هستن و ستره و عینه حتی اذن الله، یعنی این که ایشون غیب شدن در پناه الله متعال هستن. فاذا غیب الله شخصی و توفانی و رأیت شیعتی قد اختلفوا فاخبری الثقات منهم، وقتی که من مردم از دنیا رفتم و شیعه دوچار اختلاف شدن، شما انسانهای سخر و شیعان سخر رو از این جریان باخبر بکن. خب در این روایت آورده که بعد از 3 روز که من رفتن دیدم مادر امام زمان نیست، ببخشید خود امام زمان، امام زمان در واقع غیب شده بود. خب در روایت بعدی، روایت 26 همین باب در اینجا هست، باز همین مطلب رو میاره، میگه فلما ما کان فی الیوم الثالث، روز سوم که شد، اشتق شوقی الی ولی الله، من مشتاق ولی الله یعنی امام مهدی شدم، الی ولی الله. فاتیتم، رفتم پیش اونم. عائده فبدات بالحجره التي فيها الجاریه، همون غرفه و اتاقی رو که جاری کنیزک در اونجا بود از اونجا شروع کردن. فاذا انا بها جالسه، دیدم که این کنیزک نشسته، فی مجلس المرأة النفسا، در کیفیت نشستن زنی که تازه زایمان کرده. و علیها اثواب صفر، و پارچه های زردی بر ایشون بود. و هی معصبه الراس، سرش رو بسته بود. فسلمت علیها، به ایشون سلام گفتم. و التفت الى جانب البيت، به گوشه و کنار این خونه من نگاه کردم. و اذا بمهد، دیدم که یه گهواره اونجا گذاشتن، علیه اثواب خضر، دیدم که لباس های سبز رنگی بر اون گهواره انداختن. فعدلت الى المهد، رفتم پیش کنار همون گهواره. و رفعت عنه الاثواب، اون پارچه رو کنار زدم. فاذا انا بولی الله نائم على قفاه، دیدم که ولی الله امام زمان اونجا خوابیده به پشت. على قفاه غیر محزوم ولا ممقوت. خب در روایت اول گفته بود بعد از 3 روز که من رفتم دیدم که امام زمانی نیست. پرسیدم از امام ابوالحسن که امام حسن عسکری که امام زمان کجا، ولی الله کجا، میگه فی کنف الله، در واقع رعایت الله متعال، فی کنف الله و حرزه و ستره و عینه، این رفته فیش الله متعال. در چند خط بعدش میگه که وقتی که من رفتم دیدم که گهواری هست و امام زمان تو اون گهواری هست. و این فقط نمونه از این تناقضات و اختلافات هست. من بازم توصیه میکنم که دوستان عزیزی که دنبال تحقیق هستن برون فقط چند صفحه اول کتاب بهار الانوار رو بخونن تا اینکه به سطح و وسعت و گستردگی این خرافات و این تضادها و این در واقع اقوال پریشان در واقع بتونند پی ببرند.